سلام، محمد رضا اجدری هستم، فارغ التحصیل رشته موسیقی دانشگاه هنر تهران. ویدیو شماره یک آموزش مبانی موسیقی رو براتون شروع میکنم. امیدوارم که براتون مفید باشه. کتابی که برای آموزش مبانی موسیقی استفاده خواهیم کرد، کتاب مبانی موسیقی کیوان جعفرنژاد و سروین حزین هست که برای نشر کارنامه هستش و در این کتاب خیلی با زبان ساده و راحت تمامی موارد بررسی و صحبت شده. فهرست این کتاب از بخش‌های مختلف آموزش در زمینه موسیقی بحث کرده. فصل اول این کتاب در مورد تئوری موسیقی هست که در مورد صوت شناسی یا آشنا شدن با مؤلفه های صدا هست که ما در ویدیو شماره یک به بحث و گفتگو در مورد این مسئله میپردازیم. در مورد فصل اول این کتاب صوت شناسی صحبت هایی را خواهیم کرد. پدیده صدا در نتیجه ارتعاش یک جسم به وجود میاد. شما وقتی یک جسم رو به ارتعاش در بیارین، شروع به تولید موج خواهد کرد که معمولاً موجها به دو حالت، موجهای مکانیکی و الکترومغناطیسی در فضا منتشر میشن. موجهای مکانیکی حتماً به کمک آب و هوا به سمت منبع شنونده انتقال داده میشن، اما موجهای الکترومغناطیسی موجهایی هستند که در نتیجه انتشار در خلاء به وجود میاد، مثل انتشار موج از طریق ماهواره به دستگاه‌های گیرنده‌ای که ما همگی تو خونمون داریم و از طریق این دستگاه‌های گیرنده‌ای که توسط آنتن‌های قویی که دارن این موج‌های الکترومغناطیسی رو دریافت می‌کنن و از طریق تبدیلاتی که انجام میدن توسط مانیتور به چشم ما میرسونن. مبحث بسامد یا فرکانس یا تواتر به تعداد نوسان‌هایی که یک نوسانگر در مدت زمان یک ثانیه انجام میده میگن بسامد. در اصطلاح شما وقتی یک موجی رو در فضا انتشار میدین، این موج به صورت منحنی‌های سینوسی پیوسته به صورت منظم در فضا منتشر میشن. گاهی وقت هم شده که این صداها به صورت نامنظم انتشار پیدا میکنه که خب در مبحث بعدی توضیح خواهیم داد که به چه صداهایی میگن بسامد منظم و به چه صداهایی میگن بسامد غیر منظم. در اصطلاح این بسامدها هر چقدر تعدادشون در واحد ثانیه بیشتر باشه، یعنی این منحنی های سینوسی هر چقدر تعدادشون در بازه زمان بیشتر انجام بشه، صدایی که ما از طریق اون موج میشنویم صدای بسیار زیر یا نازکیه. مثل اینکه شما توی یک ارکستری باشین و صدای فلوت پیکولو رو بشنوین که صدای بسیار زیری رو میده، یا برعکس شما وقتی که نشستین یک دفعه یک صدای خیلی بم 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 به گوش شما برسه. این از نظر محور طول موج که وقتی میخواد به گوش شما برسه، تعداد موجهایی که در فضا انتشار پیدا میکنه در واحد ثانیه از کمتره، پس بنابراین موجها اندازه بلندتر یا همون طول دامنه بیشتری رو دارن و با فاصله های زیاد نسبت به هم قرار میگیرن. پس هر چقدر این تعداد نوسان ها در کنار همدیگه با سرعت بیشتر انجام بشه در واحد ثانیه، صدا زیرتر شنیده میشه. هر چقدر که صدا بمتر باشه، این بسامد هایی که اتفاق میفته با طول های متفاوت و بزرگتر از هم که صدای بمتری رو شما میشنوید، مثل صدای ویولونسل در کنسرت ها. شیوش در موسیقی به پدیده‌ای گفته میشه که حالت پخش صدا رو به گوش شما میرسونه و شما از تشخیص این شیوش میفهمید که یه صدا خیلی خشنه، یه صدا خیلی لطیفه و در اصطلاح منحنی های سینوسیشون با همدیگه متفاوت میشه. اگر شما صدای خیلی خشخشدار مثلا مثل صدای ساز ویالون از نزدیک بشنوید، وقتی آرشه ویولون محکم فشار داده بشه صدا بسیار خشدار در اصطلاح به گوش میرسه که منحنی هایی که از طریق این شکل تشکیل داده میشه منحنی های بسیار نامنظمی هستن. ولی مثلا صدای پیانو
وقتی که اجرا میشه منحنی‌ها آرامش بهتری از نظر طول موجی به خودشون پیدا میکنن. پس بنابراین شما وقتی که میخواین صدای موسیقایی رو ایجاد کنید و به وجود بیارین، باید از طریق این کنترل شیوش ها و در اصطلاح صدای حالت های موسیقیشون بیان خودتون رو متفاوت کنید. تفاوت اصوات موسیقایی و اصوات غیر موسیقایی در چیه؟ صداهایی که دارای زیر و بمی مشخصی باشن و بتونیم اونها رو مقدارشون رو دقیق اندازه‌گیری بکنیم، مثل صدای سازهایی مثل ویالو، مثل گیتار، مثل نی، مثل سنتور، مثل تار و بقیه سازهایی که در اصطلاح نقش ملودی رو در گروه موسیقی، ارکستر و همه جا میتونن ایفا کنن. ولی برخی از اصوات مثل صدای رعد و برق، مثل شکسته شدن شیشه، اینها اصواتی هستن که دارای زیر و بمی مشخصی نیستن و اونها رو نمیشه مقدار زیر و بمیشون رو مشخص کرد. مشخصات تشخیص یک صدای موسیقی: اولین میزان تشخیص نواک یا پیچ هست که شما از طریق این حس تشخیص میتونین بفهمید که چه صدایی رو شما زیر میشنوید و چه صدایی رو بم میشنوید، که این نکته بسیار مهمه. دومین نکته مهم در تشخیص یک صدای موسیقی میزان کشش اون صداست، که در اصطلاح موسیقی میگن دیرند یا دیوریشن. این میزان احساس تشخیص توی گروه های ارکستر بسیار قابل احساس و لمس هست که چه صدایی دارای کشش بیشتر و چه صدایی دارای کشش کمتر هست. گزینه بعدی میشه شدت، اینتنسیتی. شما وقتی که توی کنسرت نشستید یک دفعه میبینید که یک صدا با قدرت خیلی زیاد خودش رو نسبت بقیه بیشتر داره نشون میده، یا یه صدا خیلی آروم 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 داره به کار خودش ادامه میده، که این با طول دامنه های موسیقی که قبلا صحبت شد ارتباط خیلی مستقیمی داره. و آخرین گزینه برای تشخیص صدا رنگ یا تنین صدا یا تیمبر هست. مثلا صدای من، شما وقتی صدای من رو میشنوید میگید صدای محمد رضا اجدری داره شنیده میشه، صدای پدر، مادر، برادر، خواهر، دوست، هر کدوم یک تنین صدایی دارن. در موسیقی هم همینه، صدای ویالون رو وقتی شما میشنوید میگید چه صدای ویالون زیبایی، صدای پیانو رو میشنوید چه صدای پیانویی، صدای فلوت رو میشنوید چه صدای فلوت زیبایی. پس بنابراین هر صدا یک رنگ صوتی مخصوص به خودشونو دارند. خب اینم از ویدیو آموزشی ما بود که برای این هفته منتشر شد. هر هفته میتونید ما رو در کانال موسیقی خودم امرا پیانو در آپارات به اسم محمد رضا اجدری و در یوتیوب هم همینطور پیدا بکنید، همراه باشید و ویدیوها رو دنبال بکنید. مرسی از اینکه همراه من هستید.